میدونم چه حالی دارید. اول بذارید یه کلمه حرف بزنم، بعد بندازیدم بیرون. اصلا بکشیدم. هر کاری دوست دارید با من بکنید. من ولی برو اون بیل رو بیار. نه نمیخواد بری از اون ور حیات بیل بیاری. بیل اینجا هست. با یه ضربه میتونی از شر اجدها راحت شی. اول بذار یه کلمه بگم که آرزو به دل از این دنیا نرم. بعد بزن. همینت مونده بود که از دیوار بیای تو خونه. راه دوست به مردم نشون میده دیگه. ای بابا، دوست تو این خونه است. اون پایین خودتون آوردینش. خورد و خوراک هم بهش میدین. اصلا شدین کلفت نوکرش. یه کمی هوش و حواسی هم که ما داشتیم تو با این کارات داری از ما میگیری. خجالت نمیکشی؟ این وقت شب ما رو بیدار کرده که قصه حسین کرد بگی؟ معملی برو اون بیلو برده بیار. چشم. آره باره بیار. زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد. من امشب اگه بمیرم با خیال راحت میمیرم. چرا؟ چون حرف حق رو دارم میزنم. این آدمی که اون پایین حمیدخان نیست، اسمش رضاست. هیچ نسبتی هم با صاحب این خونه نداره. والا نداره. پس چجوری اومده تو این خونه؟ خب منم توش موندم، ولی مطمئنم این اون نیست. تو که گفتی این اونه. از بس زرنگه، ولی من امشب از زیر زبونش کشیدم. اقرار کرد که رضاست. نه تو چی میگی وسط؟ من؟ هیچ. اینها؟ من اومدم بیدارتون کنم که این آسمون رو نگاه کنید. به چه ماهی. ماه رو نگاه کنید. داره به همه ای ما میخنده. اختر، بیا و از فردا صبح یه زندگی دیگری رو آغاز کنیم. ماه رو نگاه کن. بوی عشق میده. به به. آه ای اختر من. و تنها ای اختر من. معملی برو اون بیلو وردا بیار. چشم. ده میگم برو اون بیلو وردا بیار. اختر، بیل واسه چی؟ آه بیل واسه چی؟ ببین چجوری معرکه گرفتی نصف شبیا. خب بابا، به جون اختر اون حمید خان نیست، رضاست. میگی نه؟ من بهت ثابت میکنم. اینو بگی. بلش کن، در رفت. نکنه راست میگه. بچه شدی؟ پس چی گذاشتیم بره؟ لا اله الا الله. نصف شبی میخواین محله رو بیدار کنید؟ بابا برید بگیرید بخوابید آخه. بریم بچه، بریم بگی بخواب. چیه؟ من فکر کردم حالت به هم خورده. این موقع شب ما رو کشوندی آوردی اینجا. چرا چمدون دستت گرفتی؟ میخوام زحمت رو کم کنم. چی؟ هیچ کس حتی از خونه دشمنشم این موقع شب بدون خبر از خونه بیرون نمیره. یعنی چی؟ در رو باز کن خان بابا، دیگه نمیتونم. بهانه نیار. یه چیزی هست. بهونه نیست خان بابا. دیگه طاقت ندارم. میدونم فردا دوباره خمار میشم، مجبورم برم بکشم. خان بابا این مصیبتی که من گرفتارشم ترک کردنی نیست. باز عزیز اومده یه چیزی بهت گفته که اینطور ریختتت به هم. بابا جون به حرف اون گوش نکن، اون دیوونه است.
منم حرفشو گوش نمی کنم هیچ وقت. کدوم حرفشو؟ میگه اسم تو رضاست. راست میگه. دست به یکی کردید به ریش من پیرمرد بخندید؟ نه خان بابا، من حمید خان نیستم. همه حرفایی هم که به شما گفتم دروغ بود. من اسمم رضاست. سر شما کلا گذاشتم. چرا واسه خودت گناه میخری بابا جان؟ اتفاقا میخوام گناهو پاک کنم خان بابا. من حمید خان نیستم. تو آخه وقتی اومدی اینجا همه نشونیایی که دادی درست بود. منو میشناختی، روباوره میشناختی، آقا بزرگم میشناختی. قصهش خیلی مفصل خان بابا. من حمید خان نیستم ولی حمید خانو میشناسمش. داری راست میگی اینا رو؟ آره. فقط تو رو خدا بعد این حرفا بذار من برم. چون روم نمیشه تو صورتت نگاه کنم بعدش. کدوم حرفا؟ من این حمید خان شما رو از طریق یکی از کتاباش میشناسم. توی کتابش تمام خاطرات بچگیش رو توی این محله و این خونه نوشته. مو به مو. موقعی که کتابش رو میخوندم احساس میکردم انگار خودم دارم توی این خونه زندگی میکنم. بعدش رفتم پیداش کردم و باش رفیق شدم. خیلی وقت پیش من همه شما رو از زبون حمید شناختم. من تک تک آدمایی که توی این خونه به دنیا آمدن و بزرگ شدن و باهاشون توی اون کتاب آشنا شدم. حتی حمید از سوراخ سنبه‌های این خونم با خواننده حرف زده بود. بعد که گرفتار شدم واسه ترک یاد این سرداب افتادم. دوست داشتم یه جایی برم که هیچ کس منو نشناسه، خبرم به هیچ کی نرسه، حتی خود حمید. واسه همین مجبور شدم با دروغ بیام توی این خونه، چون میدونستم هیچ جا مثل اینجا مشکل منو حل نمیکنه. منو بیرون کن بعد برو. یه لحظه هم نمیتونم اینجا واستم خواب. خان بابا، خان بابا، صبح بخیر. رو دیوار چی کار میکنی اول صبحی؟ چی شد؟ بیرونش کردی؟ کیو؟ ما به این زوری یادت رفت؟ این حمید خان دیگه. چرا باید بیرونش کنم؟ چون حمید خان نیست، رضاست. خب چون رضاست باید بیرونش کنم. تو بگو رضا، ما میگیم حمید خان. بابا اسم چیه؟ این یه آدم دیگه است. برو پایین بابا، اینقدر حرف مفت نزن. خان بابا، خان بابا، بابا ببین چی بهت میگم. خان بابا گوش کن. خان بابا، خان بابا گوش کن. Thank you.
خان بابا بندازش بیرون بایله کار دستت میدم آ میام خودم پس کلشی میگیرم با دوتا اردنگی میفرستمش کلانتری فکر نکن میترسم با اون دخترتم بگو از این به بعد واسه ما بخواد کرکره بخونه من میدونم اون چیکار میکنی مثلا؟ حالا یه عزیز آقایی بهش معرفی کنم که خودش کف کنه از حیرت دیگه اومدی اخته رفتی اخته نپاش خان بابا نپاش ده نپاش دیگه خان بابا بابا خیزم کردی اختر خانوم بله خان بابا میری سر کار چی کار کنم بابا مجبورم میخواستم یه چیزی بهت بگم صبر کن بذار وقتی از کار برگشتم اگه دیر برم مجبورم با سواری برم اون اتاقی که توش نشستیم باید امروز خالی کنی بابا جون واسه یه چی؟ گناهه ما که از صاحب این خونه اجازه نگرفتیم که تو اون اتاق زندگی بکنی شاید راضی نباشه این خونه مال ما که نیست صاحب داره بابا شما که گفتین رضایتشون رو گرفتین از اون اینکه تو سردابه این حمید خان یه چیزی میگم جون بابا بین خودمون باشه این جوونی که تو سردابه حمید خان نیست نیست؟ نه یکی دیگه است از ورثه این خونم نیست واسه همینم این چند روزی که تو اون اتاق بودی باید برم از صاحب اصلیش اجازه بگیرم عجب گیری افتادی ما حالا من چیکار کنم با این وضعیت؟ تو اونجا رو خالی کن بیا تو اتاق خودمون جامون نمیشه اونجا بابا من شبا میرم تو سرداب میخوابم اگه هوا خوب باشه تو حیاط میخوابم پس عزیز راست میگفت آره پس چرا بیرونش نمی کنید؟ یه غریبه رو آوردین دارین تو خونه پرستاریشو میکنین اون وقت میخواین دخترتون رو آواره کنین؟ آخه این حقه؟ از کجا معلوم صاحبای این خونه راضی باشن که این آدم اون پای زندگی کنه؟ خب اینم یه حرف اگه به فکر ثواب و گناه و حلال و حرومی بهتر اول اونو بیرون کنی نه منو شراکت با این خانم شما آخر ما رو ورشکسته میکنه آخه این همه گوش و سلیم بادم جون اگه قرقر کنی شراکتم باید به هم میزنم آ خودم میرم گاری میارم حلیم بادیم جونو میذارم توشو میبرم سر خیابون میفروشم دست درد نکنه دیگه چرا اول صبح اینقدر تلخی؟ موندم چیکار کنم؟ اختر من راضی میکنم میارمش تو همین اتاق خودمون خیلی هم بهتر میشه اختر رو نمیگم اون پایینیه رو میگم از کجا معلومه که صاحب این خونه راضی باشه که اونو ما این پایین نگر داشتیم؟ خب راست میگی باید بری رضایت شو از ورثه این خونه بگیری اگه رضایت ندادم درست ریس نگرش داریم باید بیرونش کنی دیگه آدرس حمید خانم آره دارم میدی به من واسه چی؟ خواهی به حرف من مطمئن شی آره خواهی حمید واقعی رو ببینی که باورت چه من حمید خان نیستم آه؟ خان بابا به جون خودت قسم من حمید خان نیستم میدونم ما چرا نمیدازیم بیرون؟ نکنه خیال میکنی من همه این حرفا رو الکی گفتم که تو مجبور شی منو اینجا بیرون بندازی ها خان بابا من از خدام اینجا باشم ولی روم نمیشه من اگه یه 3-4 روز دیگه اینجا باشم و مزه این زهرماری از هیکلم میره بیرون سر پا میشم بابا جون ما یک کلمه از تو پرسیدیم که آدرس حمید خان به من میدی یا نه دیگه اینقدر سغرا و کبرا نداره
خان بابا من پیش اون آبرو دارم، نمیخوام بفهمی که من اینجا، نمیخوام بدونه که من خودم رو جای اون غالب کردم. من هر جوری شده باید رضایت ورثه اصلی این خونه رو به دست بیارم. اگر رضایت صاحب این خونه رو به دست نیارم، نه تو میتونی تو این خونه بمونی، نه دخترم. یعنی تو میخوای منو تو این خونه نگه داری؟ اگه اونا رضایت بدن، چرا نگه ندارم؟ من تو عمرم رفیقه این تو نداشتم خان بابا. هیچی قد تو هوامو نداشته تو بابا. ولی اگه رضایت ندادن، خب مجبورم بگم بری بیرون دیگه. فقط خان بابا، من نمیخوام همین خان چیزی درباره من بدونه. مجبورم یه جوری باهاش حرف بزنم که نفهمه اونی که اینجاست تویی. خدا کنه که رضایت بده، اگه نده هر چی رشتیم پنبه میشه. فقط تو رو خدا یه جوری باهاش حرف بزن نفهمه. باشه، آدرسش بده، فردا میرم سراغش. چیه؟ باز کلید تو جا گذاشتی؟ منزل حمید خان اینجاست؟ شما؟ من خان بابا خدمتکار آقا بزرگ هستم. سلام خان بابا. تو کجا؟ اینجا کجا؟ ببخشید شما رو نمیشناسم. من حمیدم. حمید کیه؟ یعنی چی حمید که؟ سرکارمون گذاشت خان بابا. به جا نمیارم شما رو. شما دنبال کی اومدی؟ مگه دنبال من نیومدی؟ من اومدم با حمید خان کار دارم. خب من حمید خانم دیگه. حمید خان؟ پس بگو من حمید خانم، نه حمید. مهتا در باز کن، مهمون داری. خیلی متشکرم. بفرمایید. دنبال بهونه میگشتم که سر کار. بفرمایید. حالا اونو بندازم بیرون، چی به تو میرسه این وسط؟ هیچ، باد هوا. پس تو چرا خودتو با آب و آتیش میزنی؟ بیکاری. لااقل اگه یارو آدم درست و حسابی بود، معتاد نبود، خونواده پول داری داشت، باز میتونستی بری تیغش بزنی. اما با این وضعیت مواظب باش یارو تیغت نزنه. اون منو تیغ بزنه. من هر جور شده زیرا بشی میزنم. حالا میبینی. بابا کفشات. لااقل یه موقعی میومدین که یه پذیرایی بتونیم ازتون بکنیم. ناراحت نباش مهتاب، ما تازه خان بابا رو پیدا کردیم، به این سادگی ولش نمیکنیم بره. به جان خان بابا، انقدر دلم واسه تو رباب خانم تنگ شده بود که نگو. لااقل اگر دلتون برام تنگ نشده بود، میمدید اون خونه رو میدیدید. چه روزایی داشتیم تو اون خونه. صد بار تا حالا به مهتاب گفتم یه روز میبرمت اونجا رو ببینی. ولی خب من گرفتاری زندگی میذاره. یه ساعت که آدم فرصت گیر میاره، صد تا خورده کاری باید انجام بده. خونه خودتونه بابا جون، هر روزی هم تشریف بیارید رو چشم ما جا دارید. خب خان بابا، چی شد یاد ما افتادی؟ راستش یه زحمتی برای شما داشتم. یه رفیقی دارم چند روز اومده تو اون خونه مهمون ماست. اگر اجازه میدید بمونه، وگرنه که بهش بگم بره. ما چیکاریم خان بابا؟ بالاخره یه سهمی از این خونه مال شماست. مگه خبر نداری؟ چی رو؟ ما خیلی وقت پیش سهممونو فروختیم به شوهر خالم، آقا تیمور. تیمور خان؟ بله، صاحب خونه ایشونه. پس به خاطر همینی که شما سالهاست یه سری به اون خونه نزدید؟
خب آره، آقا تیمورم تو فکره که یه بار که اومد ایران اونجا رو بکوبه و یه درمونگاه بسازه. خب لابد شما رو که بیرون نمی کنن. اگرم بشه درمونگاه خب شما میشین سرایدارش. حالا من برای رفیقم چجوری از اون رضایت بگیرم؟ این رفیقتون از زنش خر کرده اومده پیش شما؟ نه، هم میخواد پیش من بمونه. یکی دو هفته دیگه هم از پیش ما میره. سخت نگیر خان بابا. اگه رفیقتو میشناسیش بذار بمونه. اگه فیروز خان راضی نباشه چی؟ فیروز خان نه، تیمور خان. من باش تلفنی در تماسم. راضی میشه. ولی خان بابا مهمونت موندگار نشه. نه میره. واقعیت اینه که دخترم هم با شوهرش دعوا مرافع دارن. اومدن پیش ما میخواد چند وقتی تو یکی از این اتاقای این خونه بشینه. گفتم اگر رضایت بدید. والا حمید، حالا از طرف خودت قول نده. یه زنگی بزن به تیمور خان، شاید واقعا راضی نباشه. راستش خان بابا، من میتونم مهمونتو صحبت کنم با آقا تیمور که یه قدری پیشتون بمونه، ولی اگه بگم دخترت هم میخواد ساکن اون خونه بشه میترسم یه فکرایی بکنه. پس لااقل رضایتشو برای رفیقم بگیری. اون که حتما. خب اجازه میدین؟ کجا خان بابا؟ تشریف داشته باشین. نه دیگه، من باید برم. خداحافظ. خداحافظ.